سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید من فریبا شیرزی هستم در این برنامه نخست به توافق بر سر آتش بس در اوکراین میپردازیم در ادامه نگاهی خواهیم داشت به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره توافق هسته به موضوع آلودگی های هوای احواز خواهیم پرداخت و از آخرین گزارش گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران در کشورهای مختلف جهان خواهیم گفت در پایان نیز بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه با من و شما خواهد بود با مروری بر آخرین تحولات هفته گذشته کشور با ما همراه باشید رهبران آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه پنجشنبه 23 بهمن بر سر برقراری آتش در شرق اوکراین به توافق رسیدند. این توافق پس از ساعت‌ها مذاکرات فشرده رهبران این کشورها در مینسک، پایتخت بلاروس به دست آمد. 17 ساعت پس از آغاز جلسه سران اروپایی برای پایان دادن به بحران اوکراین که در شهر مینسک جریان داشت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از توافق بر سر آتش بس در منطقه دونباس در اوکراین خبر داد. آتش بس قرار است از نیمه شب یکشنبه 15 فوریه آغاز شود. اشتفان زایبر سخنگوی دولت آلمان در توییتر خود نوشته است بر سر خروج تسلیحات سنگین نظامی از منطقه نیز طرفین به توافق رسیدند آنگلا مرکل صدر آلمان توافق حاصله را امیدوار کننده خوانده است و پس از پایان جلسه طولانی در مینسک این شهر را به مقصد بروکسل برای شرکت در نشست سران اتحادیه اروپا ترک کرد فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه این توافق را موجب آسایش خاطر برای اروپا و امیدی برای اوکراین توصیف کرده است. به گفته رئیس جمهوری روسیه در پایان این نشست دو سند توافق تنظیم شده است سند نخست در برگیرنده مفاد پیاده سازی توافقی است که پیشتر در ماه سپتامبر 2014 انجام شده بود در سند دوم کشورهای آلمان فرانسه روسیه و اوکراین از روند صلح اعلامه حمایت کردند به گفته رئیس جمهوری روسیه این سند نیازی به امضای چهار کشور ذکر شده ندارد آقای پوتین تاکید کرده است طبق قرار خروج تسلیحات سنگین از منطقه دو روز پس از آغاز آتش آغاز خواهد شد و بیش از دو هفته نیز طول نخواهد کشید. به گفته وی ارتش اوکراین باید تجهیزات نظامی خود را از خط مقدم جبهه جنگ کنونی عقب بکشد. فرانک والتر مایر وزیر خارجه آلمان نیست که در مینسک به سر میبرد پس از اعلام توافق به خبرنگاران گفت ما برای نخستین بار جدول زمانی روشنی برای اجرای تعهدات توافق مینسک از جمله در مورد انتخابات کنترل مرزی تبادل زندانیان در اختیار داریم پترو پورشنکو رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده است که تمامی زندانیان در ظرف 19 روز آزاد خواهند شد. از سوی دیگر رئیس جمهوری روسیه از طرفین درگیر در منطقه دونباس خواست تا هرچه سریعتر سلاحهای خود را زمین گذاشته و به جنگیدن پایان دهند. پیش از این پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین پس از 14 ساعت مذاکره با رئیس جمهوری روسیه در نشستی با حضور رهبران آلمان و فرانسه شروط روسیه برای پایان بحران شرق اوکراین را غیر قابل پذیرش خواند رئیس جمهوری اوکراین پنجشنبه 23 بهمن در حاشیه نشست مینسک به خبرنگاران گفت هنوز نمیتواند خبر خوشی بدهد خبرگزاری آلمان از ادامه رایزنی ها در نشست مینسک خبر داده است صدر اعظم آلمان و رؤسای جمهور فرانسه، روسیه و اوکراین از چهارشنبه شب 22 بهمن ماه با شرکت در نشستی در پایتخت بلاروس مشغول رایزنی در مورد راهکاری برای پایان دادن به درگیری های مسلحانه در شرق اوکراین هستند. صبح پنجشنبه شماری از دیپلمات‌های حاضر در مینسک ابراز امیدواری کردند که طرفین درگیر آماده امضای ای هستند که اجرای مشخص طرح صلح اوکراین را تضمین می‌کند. این طرح صلح که ماه سپتامبر گذشته در شهر مینسک امضا شده بود شامل ایجاد نواری به عرض سی کیلومتر در مرز درگیری های شرق اوکراین به عنوان منطقه حائل آزادی اسرا و گروگانها گفتگوی ملی و برنامهریزی برای انتخابات بود این طرح اما تا کنون اجرا نشده است دولت مرکزی اوکراین و جدای طلبان شرق این کشور همچنین متعهد به اجرای آتشبس شده بودند این تعهد اما در عمل بارها نقض شد دو طرف درگیری در ماه دسامبر بار دیگر برای پایان تبادل آتش به توافق رسیدند اما این توافق نیست به درگیری های مسلحانه در شرق اوکراین پایان نداد همزمان با نشست چهار جانبه رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین، وزرای خارجه این چهار کشور نیز از چهارشنبه شب مشغول رایزنی در شهر مینسک هستند. همزمان با این تلاش ها گروه ارتباط متشکل از نمایندگان اوکراین روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز با نمایندگان جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین دیدار کردند درگیری های شرق اوکراین در هفته اخیر شدت یافته است در این درگیری تاکنون بیش از 5300 نفر جان باختند و بسیاری از روستا و شهرهای کوچک و بزرگ منطقه ویران شده است هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با پرسنل نیروی هوایی گفت با این سخن آمریکایی ها که بارها توافق نکردن را بهتر از توافق بد خواندند موافق است جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت اگر در مذاکرات هسته‌ای با ایران تا اواخر ماه مارس توافق کلی به دست نیاید این مذاکرات ادامه پیدا نخواهد کرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفت شکست مذاکرات هسته‌ای آخر دنیا نیست و نمیکنیم تمدید دوباره مذاکرات به نفع کسی باشد. در سال روز اعلام همبستگی فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش با نخستین رهبر جمهوری اسلامی روح الله خامنه‌ای، شماری از مسئولان فرماندهان و پرسنل این نیرو با جانشین او علی خامنه ای دیدار کردند مهمترین بخش از سخنان خامنه ای در این دیدار به مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک مربوط میشد که به گفته مسئولان ارشد دو طرف به مرحله حساس و تعیین کننده ای رسیده است. آقای خامنه ای در این دیدار گفت توافق نکردن بهتر از توافقی است که با منافع ملت ما در تضاد است. میزان و چگونگی قنیسازی اورانیوم در ایران و نحوه لغو تحریم ها از مهمترین موضوع های مورد اختلاف میان مذاکره کنندگان ایران و کشورهای پنج به یک است. رهبر جمهوری اسلامی در این مراسم گفته است مذاکره کنندگان ما تلاش می کنند که حربه تحریم را از دست دشمن بگیرند. اگر توانستند که چه بهتر؟ اگر نتوانستند همه بدانند راهای فراوانی در کشور هست که این حربه را کند می کند. وزیر خارجه و سرپرست مذاکره کنندگان هسته ایران محمد جواد ظریف که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با همتای آمریکایی خود جانکری گفتگو کرده در یک نشست خبری خواهان رفع کامل تحریم ها شده است شش قدرت جهانی به ویژه آمریکا لغو کامل و یکباری تمام تحریم ها را رد می کنند و می گویند این کار زمانی انجام خواهد شد که آژانس بین المللی انرژی اتمی قادر به تایید صلح بودن برنامه هسته ای ایران باشد. رئیس جمهور حسن روحانی چند پیش گفته بود مذاکرات بر مبنای رسیدن به نقاط مشترک پیش می روید. آقای خامنه با تایید این سخنان گفت بر همین اساس نباید در مذاکره یک طرف با رفتار غیر منطقی تلاش داشته باشد که آنچه مورد توقع اوست محقق شود. پس از چند دور مذاکره محرمانه مستقیم میان مقام های ایرانی و آمریکایی که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شروع آن را دو سال پیش از پایان عمر دولت دهم ده اعلام کرده گفتگوهای هسته ایران با شش قدرت جهانی با روی کار آمدن دولت حسن روحانی وارد مرحله تازه شد ایران و کشورهای پنج به علاوه یک پس از چند دور مذاکره سوم آذرماه 92 به یک توافق موقت دست یافتند اما موفق نشدند در مهلت تعیین شده به توافقنامه جامع و نهایی برسند آذرماه امسال مهلت مذاکرات برای یک دوره هفت تا تیر ماه تا تیرماه 94 تمدید شد دور تازه مذاکرات با گفتگوهای طولانی وزیران خارجه ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد و توسط معاونان آنها ادامه یافت. مطابق توافقنامه موقت ژنو، ایران در برابر تعلیق برخی از تحریم‌ها، اعمال محدودیتهایی را در فعالیت‌های هسته‌ای خود پذیرفت. خبرگزاری ایرنا صبح یکشنبه در گزارشی که از خلاصه سخنان آیت الله خامنه ای منتشر کرد از قول او نوشت ایران برای رسیدن به توافق توسعه ماشین های سازی تولید اورانیوم 20 درصد کارخانه عراق و فوردو را فعلا متوقف کرده بنابراین طرف ایرانی منطقی عمل کرده اما طرف مقابل باج خواهی می کنند. در متن کامل این سخنرانی که در پایگاه رسمی اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد این عبارت حذف شده است خامنه ای همچنین به بحث هایی درباره دو مرحله ای بودن توافق نهایی مطرح شده اشاره کرده و گفته با این پیشنهاد که ابتدا در مورد کلیات مذاکره و توافق شود و بعد درباره جزئیات موافق نیست او با اشاره به اینکه این روش بهانه‌گیری های پی در پی در جزئیات را به همراه خواهد داشت تصریح کرده اگر توافقی انجام شود باید در یک مرحله و در بردارنده کلیات و جزئیات با یکدیگر باشد آقای خامنه در ادامه گفته است مفاد این قرارداد نیز باید روشن، واضح و غیر قابل تفسیر و تعویل باشد و مفاد توافق نباید به باشد که طرف مقابل که عادت به زنی دارد در قضایای مختلف جوی کند. رهبر جمهوری اسلامی مدعی است عملکرد جمهوری اسلامی همواره مستدل و منطقی بوده و یکی از نمونه های آن را پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل در جریان جنگ ایران و عراق ذکر می کند. او با توجه به این نمونه گفت نظام اسلامی در مذاکرات هسته ای نیز بر اساس منطق عمل می کند اما طرف مقابل هیچ منطقی ندارد و دنبال بی منطقی و با تکیه بر زور است. نامه 598 تیر ماه سال 66 برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد. عراق این قطنامه را پذیرفت اما جمهوری اسلامی برخلاف ادعای خامنه ای در اقدامی که اغلب ناظران آن را غیر منطقی ارزیابی کردند از قبول آن خودداری کرد رهبر وقت جمهوری اسلامی بیش از یک سال از پذیرش قطنامه شورای امنیت که به معنای برقراری آتش بود خودداری کرد و زمانی که به دلیل مشکلات مجبور به این کار شد آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد آیا آوردن این مثال از سوی خامنه ای را باید به معنای آمادگی او برای سرکشیدن جام زهر عقب نشینی از برنامه های مناقش برانگیز هسته ای ایران دانست؟ آیت الله خامنه ای ادعا می کند تحریم ها بی تاثیر بوده و علت نشستن ایران پای میز مذاکره نیست. مؤسسه سرمایه گذاری بین المللی که متشکل از بزرگترین مؤسسه های مالی جهان است در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هستهای، کشتی شکسته ای اقتصاد ایران غرق خواهد شد. استان خوزستان همچنان با بحران آلودگی شدید هوا مواجه است که ریزگردها عامل آن هستند با وجود اینکه به نظر میرسد دولت روحانی با تشکیل جلسات اضطراری تا حدی به فشار تقاضای عمومی در خوزستان برای رسیدگی به شرایط بحرانی این استان پاسخ داده اما شرایط در این استان همچنان بحرانی است اگرچه امید به بارش باران در مناطق جنوب غربی و غرب ایران امید به کمتر شدن آلودگی را ایجاد کرده اما این بارندگی کوتاه مدت خواهد بود در این حال هواشناسی اعلام کرده است که این کاهش گرد و غبار موقتی است به همین دلیل مقامهای کشوری و استانی همچنان خود را برای شرایط بحرانی آماده نگاه داشتند ناصر چرخساز رئیس امداد و نجات هلال احمر گفته است که 3000 امدادگر آماده کمک به مردم در خوزستان هستند هلال احمر گفته است تا کنون در میان 220 هزار تن از مردم استان خوزستان ماسک و در میان دویست هزار تن دیگر بروشورهای آموزشی و هشدار دهنده درباره ریزگردها توضیح شده است اما این اقدامها چهره های با نفوذ استان خوزستان در تهران را راضی نکرده است سایت تابناک از پیشنهاد محسن رضایی برای تخصیص 5 درصد درآمد نفتی برای حل مشکلات خوزستان استقبال کرده بود با این حال توجه اخیر دولت به مسئله خوزستان را ناشی از دستور رهبر جمهوری اسلامی به دولت دانسته است همزمان فرماندهان بسیج هم برای حل مشکلات خوزستان اعلام آمادگی کردند محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج با اشاره به بروز پدیده ریزگردها در برخی استانهای کشور گفته بسیج سازندگی آمادگی دارد تا پنجاه هزار بسیجی را برای حل مشکل ریزگردهای خوزستان وارد عمل کند همزمان با مناقشات مقامهای دولتی اخبار اجتماعی کشور نشان می‌دهد که ابعاد بسیاری از بحران هنوز مورد توجه قرار نگرفته است در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی مردم از خطر محدودیت دید به هنگام رانندگی در این مناطق نوشتند در همین زمینه مسئول عملیات بحران اورژانس استان خوزستان گفته است در حادثه ای پنج خودروی سواری از پشت به کامیونی که در گذر از همین مسیر بوده برخورد کرده و تصادف زنجیره ای رقم خورده است. بنابراین گزارش مجروحان این حادثه میگویند گرد و غبار و کاهش دید باعث شده است این پنج خودروی سواری قادر به تشخیص فاصله با خودروی جلو نباشند که به پشت یکدیگر برخورد کرده و سرانجام به کامیون کوبیدند در تحولی دیگر سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به شرایط نامساعد آب و هوایی استان خوزستان گفت بعد از مدتها ما شاهد حرکت جدیدی در دولت برای رسیدگی به وضعیت ریزگردها در استان خوزستان هستیم که آن هم به میمنت دستور مقام معظم رهبری برای رسیدگی به این امر صورت گرفته است این نماینده گفته است هرچند وزیر بهداشت به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای رسیدگی به شرایط ریزگردها در استان حاضر شده اما ما انتظار داشتیم که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در استان حضور پیدا کند که وی به دلیل کنسل شدن پرواز در استان حضور پیدا نکرد عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان گفته است خانم ابتکار می توانست به خاطر مردم استان خوزستان و به خاطر تمام کسانی که در اینجا تنفس برای آنها مشکل است به صورت زمینی و حتی با قطار به خوزستان بیاید اما گویا رنج سفر برای خانم ابتکار خیلی مشکل است آقای حسینی همچنین گفته من به خانم ابتکار پیشنهاد می کنم که اگر توان کار کردن ندارد از ریاست سازمان محیط زیست استفاده دهد و در منزل برای خانواده خود غذا بپزد و این بهتر از آن است که نتواند به وظایف خود در سازمان محیط زیست عمل کند همزمان با مقامهای دولتی گروه های دیگری از کارشناسان مستقل نیز در روزهای اخیر به بحران در خوزستان پرداختند. ناصر کرمی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در نوشته که رادیو زمانه منتشر کرده نوشته است هیچ دورنمای کوتاه مدت و میان مدتی برای کاهش گرد و غبار در خوزستان و استانهای همجوار وجود ندارد. این کارشناس می نویسد، اگر فرض کنیم در ایران چشماندازها بر مبنای یک مدیریت جامعه محیطی سامان مییابند این مدیریت در جنوب و غرب خوزستان باید با لحاظ مؤلفه ریزگرد از نو طراحی و برنامه ریزی شود در حال حاضر شهرداری اهواز با همان دستورالعمل و مقرراتی دارد فضای کالبدی این شهر را تنسیق می کند که فلمسل شهرداری چالوس یا دیلمان در حالی که اهواز باید دستورالعمل مدیریت شهری منطبق با ریزگر داشته باشد آقای کرمی همچنین می نویسد بهبود دیگر معلف های زیست محیطی و بهداشتی مثل کیفیت آب شرب و سرانه فضای سبز باید در خوزستان تغییر کند اهواز باید یک شهر کاملا الکترونیکی بشود رفت آمد کمتر و انجام حد اکثر کارها در فضای بسته و با بهرهگیری از اینترنت و شبکه ارتباطات الکترونیک به گفته این کارشناس نیاز عاجل و کنونی خوزستان انتباق و آماده سازی مردم و محیط در برابر پدیده ریزگرد است کاری دشوار و پرهزینه که مدیران ترجیح می دهند در شرایط کنونی از انجام آن تفره بروند هزاران تن از شهروندان یمن روز چهارشنبه 22 بهمن ماه در صنعا پایتخت این کشور دست به تظاهرات زده و به حاکمیت شیعیان حوسی اعتراض کردند. گروه شیعه انصارالله دست به اقدامهای شدیدی علیه مخالفان خود زده است و مقامهای نزدیک به سپاه پاسداران ایران از حمایت آشکار و جانبه خود از این گروه خبر میدهند. بحران در یمن بالا گرفته. همزمان شماری از کارکنان سفارت آمریکا در صنعا میگویند انصار الله تمام سلاحهای تفنگداران و خودروهای سفارت واشنگتن را پس از خروج سفیر و دیپلماتهای آمریکایی از یمن توقیف کردند. اعضای سفارت آمریکا به رویترز گفتند بیش از 20 خودرو پس از عزیمت آمریکاییان به سمت فرودگاه توسط نیروهای انصار الله از سفارتخانه برده شد. یک مقام ارشد فرودگاه صنعا به سی گفت انصار الله همچنین تفنگداران آمریکایی در حال ترک یمن را از بردن سلاحهایشان به داخل هواپیما باز داشتند وی افزود برخی از سلاحهای تفنگداران دریایی توسط شورشیان توقیف شد در حالی که بقیه توسط نیروهای آمریکا به کارکنان فرودگاه تحویل داده شد به گفته یک مقامات یمن، کارکنان سفارتخانه شب قبل از ترک ساختمان ده ها هزار سند را به آتش کشیده و سلاحهای داخل زیرزمین سفارتخانه را منهدم ساختند. اکثریت دیپلومات های آمریکا چند هفته پیش یمن را ترک کردند و سفارتخانه آمریکا تنها با اندک تعداد کارکنان طی چند روز گذشته به فعالیت مشغول بود. کاخ سفید اعلام کرد که پرسنل وزارت دفاع آمریکا در محل باقی خواهند ماند تا با وجود بسته شدن سفارتخانه به تلاش ضد تروریسم خود علیه شاخه محلی القاعده ادامه دهند. در همین حال سردار سرلشگر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است امروز با استقرار انقلابیون در پایتخت یمن و قرار گرفتن مراکز نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در کنترل نیروهای انقلاب، پایتخت این کشور از امنترین مناطق منطقه به حساب می آید. آقای فیروزآبادی گفته است از رفتار آمریکایی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها بوی توطعه برمیآید. آنها به دنبال هیلگری و جفسازی هستند. آقای فیروز آبادی گفته است آمریکاییها کاری از دستشان بر نمی آید چرا که در کشور یمن چیزی در اختیارشان نیست اگر کاری می توانستند بکنند طی یکی دو سال گذشته که در ارکان حکومت نفوذ داشتند انجام می دادند. در تحولی دیگر محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که این جنبش از بیانیه قانون اساسی که جمعه گذشته آن را صادر کرده عقب نشینی نخواهد کرد. سخنگوی انصار الله در گفتگو با روزنامه کویتی از سیاسه گفته است ما موافق گفتگوها هستیم و بیانیه ی قانون اساسی بر مشروعیت و اهمیت گفتگوها با تمام گروه های سیاسی تاکید دارد. محمد عبدالسلام گفته است ما با گفتگوهای مشروط به لغو بیانیه ی قانون اساسی که جمال بن عمر فرستاده ویژه سازمان ملل خواستار آن بوده مخالفیم اما گفته ایم که مشکلی با بازگشت به گفتگوها نداریم سخنگوی انصارالله وجود هر گونه توافق میان انصارالله و علی عبدالله صالح مبنی بر دادن مجوز به احمد پسرش برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده را رد کرد آزادی مطبوعات و وضعیت روزنامهنگاران در کشورهای مختلف جهان بیش از پیش در معرض خطر است گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2015 خود ایران را از نظر آزادی رسانهها در میان 180 کشور جهان در رده 173 م جای داده است سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه 23 بهمن گزارش سالانه خود را درباره وضعیت آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران و خبرنگاران در جهان در سال 2014 منتشر کرد. در این گزارش 180 کشور جهان از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفتند و این کشورها بر حسب وضعیت آزادی مطبوعات، رسانه های مستقل و همچنین وضعیت خبرنگاران و روزنامه نگاران بندی شدند. ایران که در سال 2013 در جایگاه 173 قرار داشت در فهرست جدید گزارشگران بدون مرز در ارتباط با سال 2014 نیز همین رتبه را به خود اختصاص داده است این امر نشان می‌دهد که وضعیت آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران به رغم های دولت روحانی بهبود نیافته و نگرانی های سازمان مزبور از وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد در گزارش این سازمان در ارتباط با ایران همچنین آمده است که پوشش خبری مستقل وضعیت سوریه برای رسانه های چاپی و آنلاین به شدت کنترل و در این باره هر گونه انتقاد از سیاست خارجی حکومت سرکوب می شود. وعده های حسن روحانی رئیس جمهور جدید برای بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی تا کنون بی مانده است. طبق بررسی های سازمان گزارشگران بدون مرز، حکومتگران ایران همچنان کنترل همه جانبه ای را بر اطلاع رسانی اعمال می کنند به ویژه درباره آنچه که به همپیمانانشان در دمشق مربوط می شود از حضور سپاه پاسداران در سوریه تا کمکهای مادی به رژیم اسد در ادامه این گزارش آمده است که موضوعهای بسیار دیگری چون انرژی هسته ای، حقوق بشر و وضعیت زندانیان عقیدتی به نام اقدام علیه امنیت ملی سانسور می شوند. طبق اعلام گزارشگران بدون مرز در پایان سال میلادی 2013 ایران با پنجاه روزنامه نگار و وبنگار زندانی یکی از پنج زندان جهان بود و علا رغم آزادی برخی از زندانیان سیاسی فشار دستگاه های امنیتی بر روزنامه نگاران رسانه های بین الملی و مستقل مستقر در خارج از کشور و خانواده های آنها در داخل کشور همچنان ادامه دارد. طبق گزارش سالانه این سازمان که در پاریس به انتشار رسیده در سال 2014 میلادی آزادی مطبوعات در 180 کشور جهان در مجموع 3719 مورد نقص وزیر زیر پا گذاشته شده است این شمار 8 مورد بیشتر از مواردی است که در سال 2013 به ثبت رسیده است در جریان درگیری های حاکم در خاور میانه یا اوکراین حتی خبرنگاران و روزنامهنگاران به شکلی هدفمند به گروگان گرفته شده و به قتل رسیدند به گفته مسئولان گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی مطبوعات در کشورهای اوکراین عراق سوریه مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین اسرائیل و همچنین سودان جنوبی بسیار نگران کننده است زیرا طرفین درگیری میکوشند رسانه های خبری را به عنوان منبع خبری مستقل به سکوت وادارند یا برای اهداف تبلیغاتی خود مورد سوء استفاده قرار دهند در این گزارش همچنین آمده که وضعیت آزادی مطبوعات در دو سوم کشورهایی که در بررسی های گزارشگران بدون مرز منظور گردیده اند بدتر شده است آخرین رتبه این ردبندی را کشور اریتره به خود اختصاص داده است علاوه بر ایران کشورهای سوریه، چین و کره شمالی در آخرین رتبه ها جای گرفتند. بهترین وضعیت آزادی مطبوعات در کشورهای اسکاندیناوی مشاهده شده است. کشورهای فنلاند، نروژ، دانمارک و سوئد از این لحاظ در بین پنج کشور برتر جهان قرار دارند. قابل توجه آنکه وضعیت در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به شدت رو به وخامت گذاشته است. برای مثال کشور ایتالیا از لحاظ وضعیت آزادی مطبوعات و همچنین فعالیت های روزنامه و خبرنگاران 24 رده سقوط کرده و در رتبه 73 جای گرفت. تهدیدات سازمان های مافیایی و همچنین فشارهایی که از طریق تهدیدات قضایی اعمال می شود، عرصه را بر آزادی مطبوعات در ایتالیا تنگ کرده است. کریستوف دلوار دبیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت که وضعیت آزادی مطبوعات در جهان در مجموع بدتر شده و عوامل گوناگونی در این روند نقش بازی می کنند. به اعتقاد وی جنگ بر سر کسب اطلاعات و همچنین عاملان غیر دولتی که رفتار و عملکردی مستمد مابانه دارند از جمله علل مهم این روند نگران کننده هستند. روز دوشنبه 22 بهمن ماه سید رضا حسینی مقدم عضو سپاه پاسداران ایران در شهر سامرا کشته شد. گفته می شود او توسط افراد داعش هدف قرار گرفته است. پیشتر نیز یکی از اعضای ارشد سپاه در همین شهر توسط تکتیراندازان گروه دولت اسلامی هدف قرار گرفت. سید رضا حسینی مقدم از اعضای ارشد سپاه پاسداران ایران روز شنبه 18 بهمن 7 فوریه در شهر سامرا کشته شده است. رسانه های ایران گزارش دادند که او برای مقابله با تروریست های تکفیری و داعش به شهر سامرا اعزام شده بود. خبرگزاری تصنیم نوشت سید رضا حسینی مقدم مستشار نظامی ایران در سامرا بود و توسط تکتیراندازان داعش هدف قرار گرفته است. حسینی مقدم دومین مقام ارشد سپاه پاسداران است که ظرف چند هفته اخیر در عراق کشته شده است. حدود یک ماه و نیم پیش نیز سرتیپ پاسدار حمید تقوی در همین شهر هدف تکتیر گروه دولت اسلامی قرار گرفت. حمید تقوی از فرماندهان سپاه در جنگ هشت ساله میان ایران و عراق بود. رسانهای نزدیک به سپاه پاسداران از حسینی مقدم با عنوان سردار یاد کردند و به رده سازمانی او در سپاه اشاره ای نشده است. او از مجروحان جنگ هشت ساله میان ایران و عراق بود. جنگ هشت ساله میان ایران و عراق در سی که شهریور 1359 آغاز شد و پس از حدود 8 سال در مرداد 1367 خاتمه یافت. این جنگ بیش از یک میلیون کشته و صدها هزار زخمی بر جای گذاشت. سپاه پاسداران ایران به طور غیر رسمی و اعلام نشده در جنگ نیروهای دولتی و گروه های شیعی عراق علیه گروه دولت اسلامی مشارکت دارد. گروه دولت اسلامی از تابستان 2014 بخش های وسیعی از خاک سوریه و عراق را در کنترل خود دارد. مقام های جمهوری اسلامی میگویند حضور نظامی ایران در عراق تنها در چارچوب کمک‌های مشورتی و انتقال تجربه است. وبسایت خبری مشرق که از رسانه‌های نزدیک به سپاه محسوب می‌شود نوشته است ایران از همان آغاز پیشروی های داعش در عراق نسبت به بسیج فوری نیروهای مردمی در این کشور اقدام کرد و شماری از جوانان ایرانی نیز به صورت داوطلب در جنگ با تکفیری ها و دفاع از مقدسات اسلامی به عراق رفتند. روز شنبه همچنین هویت ایرانی بازداشت شده در سوریه اعلام شد وبسایت شبکه خبری الجزیره نام این فرد را اماد شیرازی اعلام کرد و نوشت این ایرانی توسط گروه مسلح جبهه واحد شام در جنوب سوریه دستگیر شده است بنابراین این گزارش که بخشهایی از آن را سایت خبری اصر ایران منتشر کرده اماد شیرازی جعفری سی ساله و متولد شهر قوم یک سال پیش به همراه 300 نفر به سوریه آمد. او پس از ورود به فرودگاه دمشق به مجموعه نظامی لشکر فاطمین پیوست. در این گزارش همچنین آمده است در مرحله دیگری وی و 900 فرد دیگر از جمله شهروندان عراقی، لبنانی و افغانی مسئولیت تأمین امنیت شهر شیخ مسکین را بر عهده گرفتند. معموریت شخص اماد حفاظت از یک ایستگاه برق واقع در بین دو شهر شیخ مسکین و ازرع بود. این شهروند ایرانی در حملات گروه مسلح جبهه واحد شام به منطقه شیخ مسکین در جنوب سوریه دستگیر شده است. گروه جبهه واحد شام از گروه های مسلح مخالف رژیم بشار اسد است. در پایان این برنامه طبق روال سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که نگاهی دارد به مهمترین تحولات این کشور در هفته گذشته این هفته خبرگزاری آناتولی ترکیه خبر داد که دادگاهی در شهر اسکندریه مصر به پرونده شکایتی علیه ترکیه رسیدگی خواهد کرد که بر اساس آن ترکیه متهم به حمایت از تروریسم شده به گفته این خبرگزاری شاکه این پرونده تاریخ محمود وکیل مصری هستش تاریخ محمود در این شکایت نامه مدعی شده که رئیس جمهور ترکیه پس از برکناری دولت محمد مرسی در مصر از گروه اخوان المسلمین حمایت کرده گروهی که فعالیتش در مصر ممنوع هستش و به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه این وکیل مصری همینطور مدعی شده که بسیاری از گروه های وابسته به اخوان المسلمین در ترکیه با حمایت دولت این کشور اقدام به تاسیس شبکه های تلویزیونی کردن میدونیم دولت ترکیه از حامیان دولت محمد مرسی در مصر بود و پس از سقوط دولت مرسی و برآمدن دولت سیسی روابط دو کشور به شدت تیره شده و ترکیه همواره از دولت سیسی به عنوان دولت کودتا یاد میکنه. اما به سوریه نگاهی بیندازیم در رأس اون کوبانی حالا پس از آزادی این شهر آوارگان کر کوبانی که در مدت معاصر این شهر به ترکیه پناه آورده بودن علا رقم این که در شهر هیچ امکانات سکونتی و خدماتی وجود نداره اونها تصمیم گرفتن برای بازسازی شهر خودشون به کوبانی برگردن تنها روز چهارشنبه 600 نفر از اهالی کوبانی از طریق مرز ترکیه به این شهر برگشتن Ама, басам در ارتباط با سوریه این هفته سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه گزارش رو منتشر کرده که نشان میده همچنان زنان و کودکان و شهروندان غیر نظامی این کشور به طور آشکاری هدف حمله نیروهای اسد قرار میگیرند سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه در این گزارش میگه که بر اثر حمله نیروهای اسد تنها طی روزهای پنجم تا نهم فوریه 178 نفر غیر نظامی جان خودشون رو از دست دادن و بیش از 370 نفر دیگه مجروح شدن. اما مسئله دیگه که این سازمان بهش اشاره میکنه موضوع کمک رسانی با آسیب دیدگان سوری در این کشور هستش سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه میگه کمک هایی که سازمان ملل و دیگر سازمان های حقوق بشری به سوریه میفرستن اغلب در اختیار هواداران و طرفداران رژیم اسد قرار میگیره اما در ارتباط با ترکیه به یک خبر اشاره بکنم آن همین که روزنامه سباه تا یک خبری روز پنجشنبه نوشت که مؤسسه مشاوره و نظرسنجی مک بر اساس نظرسنجی که انجام داده اعلام کرده 54 درصد از مردم ترکیه با سیستم ریاستی در این کشور و تغییر قانون اساسی موافق هستند. پیشتر هم البته مؤسسه نظرسنجی سونار گزارش متفاوت تری داده بود سونار با استناد به نظرسنجی خودش معتقد بود اکثریت مردم ترکیه نظام پارلمانی کنونی رو میپسندند. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را می در وبسایت ما با آدرس ایران فردا live.com دنبال کنید از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com slash ایران فردا تیوی نتورک با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم تا دیدار دیگر بدرود.